دفتر حقوقی ایرج ناصریان با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی در نهایت صداقت و درایت. متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی می‌باشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه‌گذاری EB5، سرمایه‌گذاری EB2، حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیرقانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900 877-331-4413. دفتر حقوقی ایرج ناصریان. بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین، امیدوارم که روز و روزگار رو به خوشی بگذارین و سال نو میلادیتون برای همه، چه مسیحی ها و چه کسانی که غیر مسیحی هستن و در ممالک زندگی میکنن که سال میلادی رو جشن میگیرن، انشالله سال خوب و سلامتی براتون باشه. برنامه ما طبق معمول همه ساله، کاری که میکنیم این که همه ماهه همه هفته کاری که هست اینه که اول ما سعی میکنیم که اگر خبر جدید مهاجرتی باشه، که اصلا خبر مهاجرتی جدیدی حداقل تا یه دو ماه دیگه نخواهد چیزی بود، تا ببینیم که این رئیس جمهور جدید و کادرش کی سر کار یعنی میدونیم که کی سر کار میان، کی شروع میکنن دست به ایمیگریشن بزنن، تا حالا هیچ خبری نیست. صحبتی اگر میکنن که درباره این که قوانین جدید در اومده، نه اصلا قوانین جدید نمیده، مثلا مجلس تازه هفته پیش شروع به کار کرده و چیزی نبوده که بخوان قانونی گذاشته باشه. فقط تنها کاری که میکنن الان دارن روی کامپریهنسیو ایمیگریشن ریفورم اکت، که همون چیزی بود که بارها صحبت کردیم، 3-4 سال گذشته از مجلس سنا گذشت، رفت تو مجلس نمایندگان متوقف شد و الان دارن روی اون یک جوری تغییراتی درش میدن که شاید بتونن اینجوری که صحبت میکنن در 3 ماه اول کار آقای ترامپ، آقای رئیس جمهور جدید، بیان این قانون مهاجرتی رو به مجلس بیارن، قانون معذرت میخوام، لایحه مهاجرتی رو به مجلس بیارن و اگر که تصویب شد به حالت قانون درش بیارن اگر رئیس جمهور امضا بکنه. شایعات همینه، فقط شایعاتی نیست، قانونی جدید وجود نداره. صحبت اینه که البته صحبت اینه که تعداد حتی ایمیگرنت ویزا رو کمتر بکنن، یعنی صحبتی هستش که اگر مثلا بگم سالی 50,000 تا به کسانی که فرزند، دارم میگم به عنوان مثال، فرزند مجرد یک دونه گرین کارت هولدر بوده، مثلا به جای اینکه 50,000 ممکنه 10,000 تاش بکنن، از بین نمیبرن ولی کمترش کنن. ولی در بعضی موارد ممکنه که اون کاتگوری فرزند متأهل سیتیزن و خواهر برادر سیتیزن ممکنه اون در خطر باشه و ممکنه که در قانونی که به وجود میاد شاید اون جزء قانون نباشه دیگه، کسی اون کلاسفیکیشن رو با اون کلاسفیکیشن نتونه بیاد اینجا. البته بازم لیمیت محدودیت هایی داره که باید سب کنیم اون محدودیت ها چی هستش. چیزهای دیگه از در سرمایه گذاری اینا فرقی نکرده، برای اینکه مال ای بی 5 همونجوری گفتم همونجوری مونده تا مارچ، بیشترم دسامبر، یعنی به حساب از اکتبر که قرار صحبتش این بود که بیان از 500 تا به 800 تاش بکنن، گفتن تغییرش نمیدیم تا 9 دسامبر. 9 دسامبر باز تصمیم گرفتن که بیان تا مارچ بذارن، تا تقریبا نزدیکای عید خودمون بیان این رو عقب بندازن و دست بهش نزنن، تا ببینن به طور کلی این ادمنستریشن جدید، رئیس جمهور و رئیس جمهور جدید و
و هیئت دولتش میخوان در مورد این سرمایه‌گذاری چه تصمیمی بگیرن. اون چی که به نظر میرسه در حال حاضر با بافت این حکومتی که الان آقای اوباما با اشخاصی که شروع کرده، به خصوص سختگیری ها در مورد مهاجرت، در مورد بک‌گراند چک زیاد خواهد شد و البته انشالله که افیشنسی هم درش بذارن که خب هیچ مشکل نداره که بیان بک‌گراند چک رو زیاد کنن، ولی اقلا اینقدر طول نکشه. اون رو باید صبر کنیم تا ببینیم که بعدا دارن چیکار میکنن. یه چیز دیگه هستش که در مورد وب پیج من میبینم یه عده میرن توی وب پیج من، توی به حساب اون سایت linescal.com میرن اونجا فقط تلفنشون رو مینویسن. اونجا جای پیغام داره، اگر که بخواین شما سوالی بکنین، من فکر میکنم بهترین کاری که سوالتون رو اونجا بکنین و در ضمن ایمیلتون هم بذارین که من بتونم، البته تلفنتون هم میذارین، سعی میکنم زنگ بزنم، ولی من فکر کنم که شاید بهتر باشه که سوالتون رو بکنین مثل این کسانی که سوال کردن و در ضمن ایمیلتون هم بذارین که من بتونم جوابتون رو با ایمیل بدم، یا اگر احیانا نتونستم با ایمیل جواب بدم، موقعی که بدونم که سوال چی هسته شغلی می تلفن گذاشتن کافی نیستش. نه، کسانی هستن که در این وارد این مملکت شدن و به طور کلی ممکنه که قانونی وارد شدن، غیر قانونی موندن و این سابجکتی که الان بیشتر در زمان آقای این ادمنستریشن جدید شکی نداره که دنبالشو میگیرن، ولی خب اگر که احیانا شرایطی باشه که اینایی که اینجا غیر قانونی وایستادن، اگر توی یک شرایط رو داشته باشن، میشه اونا رو چیکار میتونن بکنن؟ میتونن براشون یک ویوری درست بکنن که بگن خیلی خوب شما قانونی وایستادی. البته میدونیم که اگر کسی اینجا غیر قانونی وایسته باشه، اگر 180 روز غیر قانونی وایسته باشه، باید بره بیرون، تا 3 سال نمیتونه برگرده. اگر کسی بیش از 1 سال مونده، تا 10 سال نمیتونه برگرده. این سرماخوردی یه هنوز هستش به هر صورت. ولی اگر کسانی که اینجا موندن، 182شون هم گذشته، 1 سالشون هم گذشته، الان سابجکت به این هستن که اگر برن بیرون 10 سال دیگه حق ندارن برگردن مملکت، ولی پیش از این که برن میشه چیکار کرد؟ یک بخششی براشون گرفت که طبق اون بخشش اینجا وای میسن تا بخشش تصویب بشه، ویزاشون رو میفرستن به کنسولگری، اون اشخاصی که اینجا غیر قانونی وایستن میرن کنسولگری با وقتی که قبلا بهشون داده شده، میرن اونجا مصاحبهشون رو میکنن و برمیگردن به آمریکا بدون اینکه خطری مواجهشون باشه. و این رو باید توجه کنید، کسانی که الان یه غیر قانونی اینجا وایستن، این رو باید حتما مواظب باشن که چه این در آتیه جلوشون خواهد بود که میان و ممکنه بخوان اخراجشون بکنن. این تنها راهی که از اخراج یه نفر رو جلوگیری کرد. در مورد ای تو الان اتفاقا الان یکی از پیش از اینکه مبروی ایر یه نفر خانمی اینجا بودش که صحبت میکردش که از بستگانشون هستن که در ترکیه هستن و اونجا بزنس دارن، بزنسشون هم بعدشون مرتب هستش، میخوان ای تو. من اکثرا به کسانی که ای تو میخوان بگیرن، ای تو یعنی سرمایه گذاری کوچیک، یعنی زیر 500,000 دلار، پاسپورت ایرانی که دارن اصلا یک کمی با اکراه صحبت میکنم، میگم که نه این کار رو نکنیم به چند تا دلیل. اولا اگر اینا بچه داشته باشن، ای تو یه مدتی بالاخره میتونه یه نفری با سرمایه گذاری تا موقعی که اینجا کار میکنه، اون سرمایه گذاریش داره کار میکنه،
تعداد کارمنده رو داره استخدام میکنه، هنوزم استخدامشون داره، مالیاتشون رو داره، خب این تا 50 سال دیگه میتونه یه نفر با ای تو اینجا بمونه. ولی در ضمن که این داره 50 سال دیگه اینجا میمونه، یه دو تا مشکل براش پیش میاد. یه مشکل پیش میاد اینه که اگر فرزندی داشته باشه که مثلا 12 سالش بشه، خب این 7-8 سال دیگه میشه 21 سالش و از توی اون برنامه ای تو میاد بیرون، باید یه فکر ویزای برای اون بچهش بکنه. دوم اینکه چون پاسپورت ایرانی داره، هر موقعی که از مملکت میره بیرون و برمیگرده دو مرتبه باید چیکار کنه؟ باید ثابت بکنه که آره این بزنس اینجا هست، داره کار میکنه، کارمند من استخدام کردم، این ورقه همه، یعنی به حساب ریوالیدیت باید بکنه، بگه که این هنوز این سرمایه گذاری ولید هستش، با ارزش هست، کارشو داره انجام میده، طبق قانون است و تو چارچوب قانونه. ولی اگر احیانا کسی که میتونه سرمایه گذاری بکنه و البته اینم بتونم این هیچ موقع تبدیل بگیره این کار نمیشه، اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه، اگر بتونه استطاعت مالیش داشته باشه، بتونه EB-5 رو انجام بده پیش از اینکه این 500 تا تغییر بکنه، که نمیدونیم تغییر بکنه یا نه، بهترین کار اینه که با 500 تایی سرمایه گذاری بکنه، اقلا میدونه که اون چیه، خودش و تمام خانوادش گرین کارت میگیرن. و شما فقط فکر کنین که برای کسی که EB-5 میگیره، الان مثلا من یه نفری داریم که ما EB-5 گرفتیم، چند سال پیش براش گرفتیم، الان تفاوت شهریه که این به عنوان یه دانشجوی خارجی باید میداد تا تفاوت شهریه که به عنوان یه نفر مقیم آمریکا، خودش یه عالمه سیوینگ هستش برای کسی که سرمایه گذاری میکنه. من روی EB-5 اونجوری پیشنهاد میکنم. اون کسانی که صحبت کردن در مورد بچه هایی که در کسانی که سیتیزن آمریکا هستن و در خارج از آمریکا بچه دار میشن، آیا این بچه ها چه نوع پاسپورتی دارن؟ این بستگی داره، بستگی داره که آیا پدر و مادر هر دو سیتیزن هستن، که شکی نداره بچه سیتیزن میشه. اگر یکی از پدر یا مادری سیتیزن باشن، بستگی داره که چقدر بعد از سن 14 سالگی در آمریکا زندگی کردن. معمولا اگر کسی 5 سالی در آمریکا زندگی کرده باشه، بعد از 14 سالگی بچه‌ش میشه سیتیزن. البته اگر بچه‌ای هستش که با گرین کارت هولدر یا سیتیزن آمریکا متولد شده و خارج از مملکت هست، میتونه چیکار بکنه؟ میتونه این شخص بره کنسولگری و یک به حساب پس بگیره برای اون بچه اگر زیر 2 سال باشه، با خودش بیارتش آمریکا. در مورد یه نفری 2-3 روز پیش به من تلفن کرد، داستان خیلی جالبی هستش. اول این چیزی که بگم، بعدم کسانی که ادوایس میگیرن، مثلا بگم یه نفر من تلفن کرده میگه که آره من یکی از دوستام گفته که من ازدواج کردم اینجا 3 ماه گرین کارت گرفتم. من خیلی بعید میدونم کسی بتونه 3 ماه در اینجا گرین کارت بگیره، برای اینکه کسی که مثلا بگیم با ویزای اومده آمریکا، با هر نوع ویزایی، چه لیگال چه ایلیگال، با یه سیزن آمریکا ازدواج میکنه، موقعی تقاضا براش میکنی، خب این باید چیکار کنه؟ باید چنج استاتس پر کنه. الان من کسی دارم چنج استاتس که باید طبق گفته خود دولت باید 5 ماه 6 ماه انجام بشه، 1 سال طول کشید تا چنج استاتس. من نمیفهمم که چطور بعضیا این صحبت ها رو میکنن. اگر احیانا کسی در این مورد اطلاعی داره، میتونه من رو راهنمایی کنه که چجوری اینا تونستن 3 ماه گرین کارت بگیرن، من خیلی خوشحال میشم. مثل همون کسانی که یه نفر از ایران به من تلفن کرده و ایمیل زده و واقعا دسپرته، میگه یه نفر از این تو این چیزای تلویزیون ها
تلویزیون مال خودشه یا مال این تلویزیون نیست، یه تلویزیون دیگه است که به مردم قول میده که من این کارو میکنم اون کارو میکنم، براتون 15 روزه نمیدونم ویزای فلان کشور رو میگیرم، فلان کشور رفتین اونجا تو هتل وای میسین دو روزه من براتون ویزای آمریکا میگیرم، اومدین اینجا. یه کمی مردم باید ببینن که اگر یه چیزی خیلی خیلی خوبه باید ببینید چرا اینقدر خوبه، اگر اینقدر خوبه چرا اینقدر مردم دنبالش نمیرن، چرا باید تو اینقدر تبلیغش بکنی. به قول انگلیسی میگه if it is too good to be true it may not be true، اگر خیلی خیلی به نظرش خوب میرسه ممکنه اصلا خوب نباشه. البته این بستگی به خداتون داره، به نگاه کنین، حتما با این تبلیغاتی که میشنوین با یه نفر دو نفر صحبت بکنین، با یه دو تا وکیلی دیگه صحبت بکنین، ببینین که آیا همچین جریانی درسته یا نیستش. حالا یه نفری تلفن، بعدم یه چیز دیگه، اگر احیانا ادوایس میگیرین، الان من یه نفر میدونم که بر من دو سه هفته پیش تقاضی کرده بود که گفت من الان سیزن گرفتم برای دخترم میخوام تقاضا کنم. گفتم خب دخترتون متأهله یا مجرده؟ گفت دخترم مجرده. گفتم چرا تو الان تقاضا میگیرین؟ گفت برای اینکه فلان کسه از فامیلای ما که وکیلم هستش اون به من گفته که صبر کن تا سیتیزن بشه. گفتم نه خب ممکنه اون شخص وکیل بوده، آدم خیلی کار خودش هم خوب میدونه، ولی شاید در مورد ایمیگریشن نمیدونسته. برای اینکه شما با گرین کارتتون میتونستین تقاضا کنین روزی که گرین کارت گرفتین، الان شما 5 سال صبر کردین که سیتیزن بشین. خب اگر همون روزی که برای این دختر گرین کارت تقاضا کرده بودی شاید دختر الان اومده بود اینجا، تا الان رسیده بود. اگر که اطلاعاتی میخوام بگیرین از یه نفری اطلاعات بگیرین که بدونن چیکار میکنن چیکار نمیکنن. ازدواج ها رو باید خیلی مواظب باشین، ازدواج های تقلبی هستش که خیلی خیلی الان در کنسولگری ها اصلا بر میگردونن پرونده رو، کنسول بر میگردونه میگه که بر میگردونه. ببینید به طور کلی یه نفر که ازدواج میکنه، مثلا من اینجا ازدواج میکنم، تقاضا میکنم از دولت که من میخوام همسرمو از ایران بیارم، اول میرم به اداره مهاجرت، تقاضا به اداره مهاجرت میکنم، اداره مهاجرت پرونده من قشنگ نگاه میکنه میبینه که آیا من سیتیزن آمریکا هستم یا نیستم، اگر هستم میگه خیلی خوب هستم، آیا من ازدواج کردم یا نکردم، آیا من قبلا ازدواج کردم متارکه کردم یا نکردم، آیا ممکنه من قبلا ازدواج کرده باشم و همسر به علتی از دنیا رفته باشه. اینا رو همه رو نگاه میکنید که موقعی که ازدواج کردین این شخص آزاد بوده میتونست ازدواج میکنه. بعد همه این چیزا رو که نگاه میکنه برای اینکه خود اداره مهاجرت که ویزا نداره، ویزا رو تنها کسی که صادر میکنه وزارت کشوره، میفرسته به وزارت کشور. وزارت کشور کجاست؟ یه اداره به نام نشنال ویزا سنتر. تمام ویزاهای سراسر آمریکا که میخواد سالیانه یا ماهانه یا هر روزی ویزا بده از اون اداره باید بیاد بیرون، مال تمام نشناله. لس آنجلس برای خودش نشنال ویزا سنتر نداره، نمیدونم تکساس برای خودش نداره، یه اداره هست ویزا سنتر برای همه هستش. این نامه رو میفرسته به اونجا میگه که این کیس رو ما اپرووش کردیم، شما برای این ویزا صادر بکنین. یه پروسسی انجام میشه، فرمای باید پر میشه، فیای باید پرداخت میشه، همه انجام میشه، میفرسه به یک کنسولگری. کنسولگری اون زن و مردی که میخوان ازدواج کردن میرن اونجا صحبت میکنن، کنسول باشون مصاحبه میکنه. اگر کنسول حس بکنه که این ازدواج درستی نیست، اون ویزا رو برمیگردونه به کجا؟ وزارت کشور دیگه، برمیگرده به نشنال ویزا سنتر با ریکامندیشن. این چی؟ ریکامند میکنه که ریوک بکنین، یعنی این اپرووال رو دیساپرووش کنین، برش کنین، ریوکش کنین، برش دارین. بعدا نشنال ویزا سنتر میفرسته به یو اس سی، تا بیاد که این جریان طول بکشه 6 ماه حداقل طول میکشه.
بعد اون وقت دو مرتبه یو سی آی اس رو نگاه میکنه، میبینه که اپرووش بکنه یا اپرووش نکنه، که داستان دو مرتبه از اول شروع میشه. حالا خانم اومده میگه من 60 سالمه، یه دختری دارم که مثلا 23 سالشه، دامادی دارم، من میخوام دخترم از شوهرش طلاق بگیره، شوهرش بیاد با من ازدواج کنه، من چون سیزن آمریکا هستم، من اونو بیارمش اینجا. ببینین بالاخره شما حساب اینو بکنین که سراسر دنیا این کسانی که توی کنسولگری ها هستن از این کارها به قدری دیدن که تو همون سر موقعی که میریم مصاحبه اون شخص بالاخره درسته که با شما 5 دقیقه بیشتر وقت نمیذاره، ولی پیش از اینکه بیاد با شما صحبت کنه پرونده رو بررسی کرده، اطلاعات گرفته، اطلاعات هم یه لحظه مثل کامپیوتر یه دقیقه دستشون میاد، موقعی میاد پشت پنجره بر شما میگه آه اصلا با من صحبت هم نکرد، برای کارش کرده بود، اطلاعاتش داده بود، هم میاد اونجا رد میکنه. اگر یه همچین جریانی اتفاق بیفته یک شخص تا آخر عمرش محروم میشه. من به این خانم گفتم تو که اومدی برای دخترت که شوهر داره اومدی تقاضا کردی الان 3-4 سال دیگه نمونده، واسه چی از این کار اشتباه میخوان بکنین که همه تون رو حتی سیزنشیپ تو رو بگیرن برای یه همچی کاری کردن؟ اینا که سیزن هستن میرن از این کار میکنن. من میخوام بهشون بگم اولا جرمش چیه، میتونه تا 250,000 دلار جرم باشه و سیزنشیپ و زندان هم ممکنه داشته باشه. اگر یه نفر بخوان اینجوری تقلبی وارد بکنن احتمال داره که سیزنشیپ یه نفرم در خطر باشه. دیگه درباره این که صحبت کردم همین که نوشته یه نفرم از طرف سرمایه‌گذاری میخوام بیام، یکی نوشته که من در کانادا هستم و F2B هستم. ببینین کسی که این خانمی که در کانادا پرمن رزیدنت هستن، گرین کارت دارن، در سال 2015 گرین کارت گرفتن، الان اگر که برای همسرشون تقاضا بکنن در حدود الان F2B کسی که برای همسرش تقاضا میکنه یا کسی که گرین کارت داره برای فرزندش زیر 21 سال و مجردش تقاضا میکنه الان مارچ 2015 رو میدن، مارچ 2015 تا 16 یک سال، در حدود یه سال و نیم طول میکشه نوبتشون برسه، ولی با تمام بوراکراسی حساب کنین 2 سال طول میکشه. و این شخصی که الان با F2B در کانادا هستش میتونه یه جوری اجازه بگیره که اولا بیاد و برگرده، دامیسیلیش در آمریکا از دست نده و صبر کنه تا موقعی که همسرش بتونه از طریق قانونی بیاد و گرین کارتشو بگیره. من تلفن جواب میدم. بفرمایید. الو؟ الو؟ بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای. سلام برم، بفرمایید. آفرین. آقای دکتر یه سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم بپرسم که این کسایی که الان در نوبت ویزا هستن تقاضای ازدواجی بوده، این کارشون ازدواج بوده، انگلیسی هم گذاشتن، یعنی مراحل انگلیسی هم گذرانده، ولی در ترکیه بوده آنکارا، اینا الان موقعیت آنکارا که این شکلی شده و بعد بستو هستش، اینا میخواستم ببینم که اینا چی میشن؟ چون خیلی وقت کار من دخترم اقدام کرده، خیلی وقت از مرحله انگلیسی گذشته، چند ماهی هست تا 5 ماهی هست، ولی هنوز هیچ خبری نشده و من نگران این هستم که به خاطر این مسائل ترکیه عقب افتاده باشه. خب اولا من اطلاع کلی از داخل کنسولی ندارم که ببینم که چقدر، ولی اون چی که مسلمه من همین هفته گذشته 2 مرتبه با کنسولگری اونجا از طریق ایمیل تماس گرفتم، سر موقع به من جواب دادن، آیا یک مقداری چند روزی تعطیل بوده شکی نداره. و شما توجه کنین هر روزی چند ده
اینترویو انجام میشه. اگر 5 روز مثلا بگیم که برای یک دونه وایس کنسول 10 تا رو باید ببینه، اگر 5 روز این آفیس تعطیل باشه این چند تا میشه؟ 50 تا. همینجوری عقب میفته و برای همه شکی نداره که این شلوغ بازیه که در سراسر دنیا میشه، به خصوص الان با توجه به اتفاقاتی که در ترکیه هفته پیش افتاد، با توجه به اتفاقاتی که در سراسر اروپا داره اتفاق میفته، کنسولگری ها خیلی مواظب هستن، حتی بکران چک یه عالمه بیشتر طول میشه، به خصوص با دستور رئیس جمهور جدید که میخواد به طور کلی از کشورهایی که حامی تروریست هستن، از افرادی که از اون مملکت میان بکران چکشون رو خیلی قوی تر انجام میگیره. آره، جواب شما اینه که احتمال داره که، من اطلاع دقیق از داخل کنسولگری ندارم، ولی میدونم که از نظر ایمیل و از نظر کارهایی خیلی قشنگ دارن کاراشون انجام میدن، ولی از نظر اینکه عقب افتاده مصاحبه برای اینکه در کنسولگری بسته است، منطق میگه که آره عقب میفته یه مدتی. اوکی؟ آره، من فکر کنم که بالاخره از این اتفاقات همیشه میفته. من فکر چند دختر شما با یه سیتیزنی ازدواج کرده در آمریکا؟ نه خیر، برعکس، دختر من اینجا هستش، با یه آقای در ایران ازدواج کرده. اون وقت بعدش اینا مصاحبه براشون وقت گذاشتن یا نگذاشتن هنوز؟ نه هنوز ما منتظر اینترویو هستیم. بله. کی رفتین شما اون 120 دلار و 325 دلار اینا رو کی دادین؟ میکنم در ماه آگست بود. خیلی دیر شده. دیر شده؟ آره، من فکر کنم به نشنال ویزا سنتر یه دونه ایمیلی بزنین. بله، به چه مضمون دوستان می‌فرمایید؟ همین بگین که مثلا کیس نامبر رو بذارین، دخترتون اسمشو بذاره، تاریخ تولدشو بذاره، اسم اون آقایی که باهاش ازدواج کرده اسم اونو بذاره، تاریخ تولدشو بذاره. بهش خواهش می‌کنم که یک استاتس آپدیت این کیس رو به من بدین. بله. اوکی؟ متشکرم، مرسی. آقای دکتر ببخشید، ممکنه این پرونده ها رو بفرستن مثلا کشورهای اطراف ایران، دبی یا ارمنستان، اینا به این همین دلایل که عرض کردم، هم به خاطر همین شلوغی های ترکیه بفرستن جاهای دیگه، یا میگیم برای اینکه اونا هم تأخیر داره؟ شکی نداره. بله، اگه شلوغ تر بشه ممکنه بفرستنشون جاهای دیگه. نمیدونم اون رو نمیدونم، برای اینکه من فکر میکنم که اصلا هیچ موقع تقاضای ترانسفر نکنین، برای اینکه ترانسفر خودش یه عالمه طول میکشه. خداشون این کارو بکنن. نه، من فکر کنم پیش از اینکه اون کارو بکنن دور و بر کنسولگری رو کمی حفاظتشو بیشتر میکنن. بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. خواهش کنم خانم، خواهش کنم. بفرمایید. الو، صداتون نمیاد اصلا. برای چه؟ من نفر اول بودم. مثل اینکه شما چی بودین خانم؟ منتظر. معذرت میخوام خانم، ببخشید، بفرمایید. جناب، من یه خانم ایرانی که سیتیزن امریکا هست داره با یه آقایی که ایرانیه و 3 سال گرین داره ازدواج میکنه. این آقا با چقدر طول بکشه تا تقاضا بده برای سیتیزنشیپی؟ ببینین، بذارین به اول سوالو بفهمم. یک آقایی که هستش که چندین سال گرین کارت داره، 3 ساله، 3 سال گرین کارت داره، بعدن با یک خانومی که سیتیزن آمریکاست ازدواج کرده. بله. خیلی خوب، بذار قانون رو بهتون بگم. شما موقعی که یه نفر با یک سیتیزن آمریکا ازدواج میکنه،
نه. از تاریخی که ازدواج میکنه با سیزن آمریکا 3 سال بعدش میتونه چی بشه؟ تقاضای گرین کارت. تقاضای اون گرین کارت داره. بله گرین کارت داره، 3 سال گرین کارت داره. خب باید 3 سال بگذره تا بتونه تقاضای سیتیزنشیپ بکنه. درست. اگر از طریق خودش هم باشه، بله. 2 سال باید صبر بکنه. هیچ براش شودی نداره. آها، یعنی فرقی نداره که این آقا الان با یه سیتیزن امریکا داره ازدواج میکنه، با در هر حال ببین از موقعی که با سیتیزن امریکا ازدواج میکنه 3 سال. بله. اهمیت نداره 5 سال پیش هم ایشون گرین کارت داشته باشه. بله بله. از موقعی که با سیزن ازدواج میکنه 3 سال. پس اگر کیس خودشون رو ادامه بدن که yes. آره آره 2 سال. آره نه. آره اون راحت تره براش، 2 سال بعدش تقاضای سیزنشیپ میتونه بکنه. بله. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین. مرسی از اینکه وقت تو به ما. خواهش می‌کنم. بفهمید. سلام جناب دکتر، سال نوتو مبارک بشه و مثل همیشه موفق و سلامت باشید. خواهش میکنم، خیلی همینجور برای شما. بفرمایید. متشکرم جناب دکتر. 2 سوال داشتم خدمتتون. من بینندگان همشهریتونم. لطف دارین. اول اینکه میخواستم سوال کنم، برای من خودم سیتیزنم، برای بچه های مجردم اقدام کردم تو سال 2014. چقدر طول میشه؟ با بالای 21 سال هستن، یکشون متأهل و مجرد است. که من ضمن این که آیا ممکنه به چه دلایلی یه موقع بهشون ویزا ندن و چه مدارکی ازشون میخوان موقعی که میخوان برن به قول معروف توی امیگریشن برای مصاحبه توی کنسولگری؟ بچه ها کجان، در ایرانن یا اینجان؟ بله، خیلی خوب. برای اینکه شما گفتین در برن چیز ایمیگریشن، برای اینکه اگر که بچه های شما با ویزا، اینو برای کلی برای همه میگم که اگر مثلا بگم من سیتیزن آمریکا هستم و 2 تا بچه دارم، بچه هام اینجا یکی دانشجوه، یکیشون ویزای کار داره، بعدا من براشون اگر تقاضا بکنم موقعی که نوبتشون میرسه احتیاج ندارم برن کنسولگری، همینجا توی اداره ایمیگریشن ما میتونیم وضعش رو عوض بکنیم و گرین کارت رو بگیریم. حالا مثل این خانم اگر که 2 تا فرزند دارن که یکیشون متأهل یکیشون مجرده، خودشون هم خانم سیتیزن هستن، بچه ها خارج از مملکت هستن، این بچه ها اونی که مجرده 2014 براشون تقاضا کردن، الان ژانویه 2010 رو دارن میدن، یه 3 سال خورده دیگه براش مونده، اونی که متأهله الان 2005 رو دارن میدن، 2004 در روز 7-8 سال دیگه براش 10 سالش مونده. آیا میشه اینو کوتاهش کرد؟ نه، مگر اینکه بخوان از طریق نمیدونم یه ویزای دیگه بیان اینجا و این مدت رو بیان در اینجا بگذرونن تا به حساب نتیجه ادجوکیشن ویزاشون بشه. حالا یه چیز دیگه هست، باید صبر بکنیم ببینیم که این کامپریهنسیو ایمیگریشن ریفورم اکت چی کار میکنه. آیا مثل همون 4-5 سال پیش میخواد بگه به کسانی که ویزا براشون اپروف شده، اپلیکیشنشون اپروف شده، فقط توی صف باید وایسن، برای اینکه صف طولانیه، با یک ویزای موقتی وارد آمریکا بشن و به جای اینکه دور از فامیلشون صبر بکنن بیان در آمریکا پلوی فامیلشون صبر بکنن. ویزاهای مختلفی شده بود، پیشنهاد شده بود، ولی هنوز نمیدونیم که اون ویزاها اپروف بشه یا نه. حالا جواب ساده این خانم اینه که این بچه ها اونی که متأهله الان مال 2010 رو میدن، شما 2014 تقاضا کردین، اونی که مجرده
بازم 2014 تقاضا کردین، الان 2005 دارن میدن، بعد اینقدر صبر بکنن. پس یعنی مجرده زودتر از متأهل میاد؟ بله، شکی نداره. سابق میگفتم مجرده رو زودتر ویزاشون در میاد؟ منم همونو گفتم، مجرده زودتر ویزاش نوبتش میشه. ببین الان مال ژانویه 2010 رو میدن، برای کسانی که ژانویه 2010 تقاضا کرده باشن. شما چه سالی تقاضا کردین؟ 2014 تقاضا کردین نیست؟ بله بله. خیلی خوب، الان 4 سال دیگه مونده، هنوز مال اون 3 سال نیم دیگه مونده برای مجرده. برای مجرده. ممنونم. بعد ممکنه وقتی که سوال دومم این بود که وقتی که میرن توی کنسولگری برای مصاحبه، ازشون چه مدارکی میخوان که مثلا میخوان بیان یا نمیدونم مدارکی که سوالی ازشون چه؟ مدارکی ازشون میخوان، یکی این که شناسنامه‌شون رو باید با خودشون ببرن، برای اینکه بدونن که این شخص همون کسیه که براش تقاضا شده. اصل شناسنامه‌شون رو ببرن، بازم ترجمه، بعدم ضمانت مالی رم دو مرتبه اون موقع با خودشون ببرن. برای اینکه مثلا بگم شما اومدین الان که براش تقاضا کردین، ضمانت مالی رو مثلا بگم موقعی که نشنال ویزا سنتر پرونده رو خواست فرستادین براشون، ممکنه که مثلا شما دسامبر فرستاده باشین، بعد اپریل 5 ماه بعدش دو مرتبه سال مالیاتیه، اون موقع باید چیکار کنین؟ اون موقع باید که بیان و اون موقع باید بیان دو مرتبه ورقای مالیاتیتون رو اون موقع باید بدین. رون حساب ورقه مالیاتی رو میخوان، علاوه بر ورقه مالیاتی شناسنامه‌شون، اصل شناسنامه‌شون رو میخوان. متشکرم، روز شب خوبی داشته باشید. خیلی خواهش سلامت باشید که این به درد دل ما ایرانی. خواهش میکنم خانم، خواهش میکنم. روز شما بخیر. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام قربون، بفرمایید. من دو تا سوال داشتم. فرق E2 و ED5 هر دو 500,000 دلار سرمایه گذاری یا نه؟ نه. E2 به طور کلی 8 تا پرانگ داره. 8 تا ماده رو شما باید در نظر بگیرین. از نظر پولی میگه چیه؟ میگه سابستنشیال باشه، یعنی دولت نمیتونه بیاد بگه که باید 200 تا باشه. برای اینکه شما ممکنه مثلا به عنوان مثال میگم شاید یه دونه چلو کبابی بتونین واز کنین شما اینجا، بله، با 180 تا یه نفر دیگه، دو نفرم کارمند استخدام کنین، 5 نفرم کارمند استخدام کنین، ممکنه که یه نفر دیگه بیاد همون چلو کبابی رو توی شهر دیگه با 120 شروع بکنه، بازم میاد 5 تا کارمند استخدام میکنه. اولا یک، برای این کارا دولت با پول شما کار نداره، با تعداد کارمندایی که استخدام میکنین کار داره. میگه باید حداقل 2 تا کارمند استخدام کنیم. بعد میگه سرمایه گذاری چقدر باشه. اگر من بیام بگم که من در خیابون مثلا ویلشیر لس آنجلس میخوام یه چلو کبابی باز کنم با 140,000 دلار، خب اون آفیسر به من میخنده، میگه آخه تو چجوری میتونی اونجا اجاره شو، اجاره یه سالش هم نمیتونی با 140 تا بدی؟ باید سابستنشیال باشه، در خور اون محوطه و محل کارتون باشه. حالا بازم گفتیم E2 هیچ موقع تبدیل به گرین کارت نمیشه. EB5 سرمایه گذاری 500,000 دلاریه، تبدیل به گرین کارت میشه. باید مطمئن باشیم با کی سرمایه گذاری میکنین که پولتون سالم بمونه، چند سال بعد برگرده. من یه کمپانی بزرگی خودمون داریم، 30 تا رستوران داریم. خب یکی از دوستانمون میخواستیم همین ED5 رو اجرا کنیم، میخواستم بدونم شما یا آقای دیگه کسی دیگه میتونه ED5 رو برای ما تشکیل بده که ما ایشون و یا یکی دو نفر دیگر هم بیاریم یا نه؟ شکی نداره. چقدر دوندگی داره برای این کار؟ ببین اول یه چیزی بهتون بگم، از 23 دسامبر اومدن، قبلا ما فی که میدادیم برای فایل کردن چی؟ برای فایل کردن برای EB5 بود
6000 خورده ای از اول از 23 دسامبر کردنش 17000 خورده ای دلار. یه مدت طول میکشه، حداقل 4-5 ماه طول میکشه. بله. اوکی. کجا لوکیشن شما کجاست؟ سان فرانسیسکو. سان فرانسیسکو. یه 4-5 ماه طول میکشه. الان یه دونه رستوران ما خودمون 30 تا داریم. یه دونه رو داریم اجرا میخوام بکنیم که ملکشو بخریم و یه تبدیل به یه رستوران بکنیم، یه ملکیه. 1,200,000 دلار. برای این فرد ما میتونیم این کارو بکنیم و بذاریم yes. این شرکت، درسته؟ یس. yes. اصلا اون مستقلا موقعی که سرمایه‌گذاری 1,200,000 بکنه و بزنس پلنی براش بنویسیم که در ظرف 2 سال آینده 10 تا کارمند استخدام میکنه، بله، برای همون میشه ای بی 5 کرد. ای دی 5 الان 500,000 دلاره. من شنیدم میخواد 1,000,000 بشه، درسته نه؟ صحبتی بودش قربون پارسال که بین 800 تا و 1,200 صحبت بود، بعدن گفتن که صبر کنیم تا اکتبر. مقصودم اینه که میگن مثلا شهرهایی مثل سان فرانسیسکو، لس آنجلس، در خود سان فرانسیسکو یا لس آنجلس بخواید بکنید این مبلغ ممکنه شما برید خارج از سان فرانسیسکو، خارج از لس آنجلس، بله، به 500,000 دلار. ولی این قانون هم نشده. من فکر نمی کنم یه همچون قانونی بتونه، نمیدونم، بستگی داره که به مجلسه، ولی من فکر می کنم که قوانین فدرال، قوانین ایمیگریشن، قوانین فدراله، در همه جا باید یکسان باشه. حالا اگر که بخواد کنگره یه روزی بخواد دلش بخواد بگه خب این شهر 500 تا اون شهر 750 تا، ممکنه بین مشکلات بین ایالت و فدرال به وجود بیاد و شاید اگر بره به کورت، کورت اون قانون رو بزنه به هم بگه نه. شما محبت میکنیم برای ما این شرکت ED5 رو درست کنیم؟ شکی نداره، گفتم که خوشحال میشم این کار بکنم. تلفنتون میذارم 310-33-77-90. یه لطف کنی زنگ بزنید دوشنبه من خدمتتون هستم. خیلی ممنون. براتون یه سری کوشنر میفرستم. براتون یه سری کوشنر میفرستم که اونا رو سوالا رو جواب بدین و شروع میکنیم به کار کردن. شما فرمودین 17000 دلار به بالا خرج اوپنینگشه. نه 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 نه. 17000 دلار فقط ما باید به دولت بدیم برای فایلینگ کردن. مثلا بگم یه نفر ازدواج میکنه، موقعی که میخواد فرم I-130 رو پر بکنه تا حالا مثلا بوده 420 دلار، حالا که فایلینگ فی شده 17000 دلار. فی خود چه داره حتما؟ بله؟ برای شرکت ED5 بخواییم باز کنیم چقدر هزینه داره؟ من فکر میکنم که اجازه بدیم با تلفن صحبت دفتر زنگ زنیم. اوکی؟ ولی از نظر فایل اون کسی که بخواد 500000 دلار سرمایه‌گذاری کنه که باید بریم به امیگریشن اونو صحبت میکنیم، برای اینکه صحبت اینه که بکنیم 1,000,000 یا نه. من دلیلی که این صحبت رو کردم برای فی رو حتی آوردم جلو برای خاطر این بودش که از 23 مثلا بگم برای کسی که ازدواج میکنه میخواد همسرشو بیاره، قبلا بوده 420 دلار، حالا از 23 کردم 535 دلار. حالا کسی اگر میخواد ای بی 5 فایل بکنه، برای اینکه ای بی 5 مزد خواهم ریژنال سنتر استبلیش بکنه، تا الان 6500 دلار فایلینگ فی بوده، الان شده 17000 دلار. این هزینه وکیل و کارهای دیگه نیست، این فقط چیزی که باید به دولت ما باید بدین. بله بله، خیلی ممنون. خواهش کنم آقا، بفرمایید. خواهش کنم، خدا حافظ. بفرمایید. سلام قربون، بفرمایید. کاسی تیزنه و این میخواد برای دخترش و نواهاش تقاضای دعوتنامه یا گرین کارت، در واقع میخواد دخترش و نواهاش رو ببره پیش خودش. یه تقاضایی داده به گریشن به این مضمون که این شوهر دخترم با دختر من اختلاف دارن ولی از هم جدا نشدن، با هم دیگه زندگی نمی کنن ولی نزدیک همن، به بچه هاش سر می زنه مرده، به خانمش هم سر می زنه ولی با هم زندگی نمی کنن. آیا این چند درصد امکانش هست که این
کیسشون پذیرفته بشه. مدارکم بردن تحویل دادن. اجازه من اینو بفهم، شما سیتیزن آمریکا هستین؟ نه نه. یک آقای سیتیزن آمریکا هست؟ مادر دختر، مادر. اوکی، یک خانمی سیتیزن آمریکا هست، برای دخترش که متأهل هست تقاضای گرین کارت کرده. بله. این دختر الان با همسرش توی خونه زندگی نمی کنن. بله. ولی با هم دیگه طلاق هم نگرفتن هنوز. نه خیر، طلاق نگرفتن. بچه هم دارن. بله، دو تا هم بچه دارن. دو تا. بچه ها چند سالشونه؟ یکی 15 سال، یکی 14 سال. خیلی. اولا یک، تا موقعی که این دختر خانوم، چه سالی این دو این خانوم سیتیزن چه سالی برای دخترش تقاضا کرده؟ 2016. یه ماه پیش. بله. اگر که این خانوم متارکه بکنه با همسرش، برای که شما گفتی الان با همدیگه جدا زندگی میکنن، ولی متارکه نکردن، طلاق نگرفتن. بله. اگر همینجوری با همدیگه بمونن، متارکه نکنن، براشون 11 سال طول میکشه. اوکی؟ اگر که متارکه بکنن 6 سال دیگه این دختر خانم با بچه هاش میتونه بیاد آمریکا. 6 سال دیگه. اوکی؟ بله بله. جوابتون دادن؟ بله بله. خیلی. روزتون خوب. در غیر این صورت بخوام دعوتنامه بفرستن برای دخترشون، نواهاش چی؟ ببینین، دعوتنامه بارها بارها من گفتم دعوتنامه یک چیزه، یک غلط مصطلحی بین ما ایرونی ها هستش. یعنی چی؟ یعنی ما آمدیم یه چیز رو برای خودمون ابداع کردیم. اون چیزی که هست اینه، یک فرم ضمانت مالیه که در یک موردی چندین سال پیش از اهالی یه مملکتی می اومدن اینجا، بچه دار می شدن، می رفتن بیمارستان، بچه دار می شدن، بچه شون و پاسپورت آمریکایی براش می گرفتن، سوار هواپیما می شدن، می رفتن، پول بیمارستان رو نمی دادن. پول بیمارستان نمی دادن. بعدا دولت اومد گفتش که نه، از این بعد کسی که میخواد بیاد اینجا، توجه میکنین، ما ممکنه ازش افتوید ساپورت بخوایم، ضمانت مالی بخوایم. در مورد ایرانی ها که این صحبت رو میکنن، خیلیشون هم اصرار دارن. من میگم آقا این ضمانت مالی رو تو جیبتون بذارین، اگر کنسول خواست نشون بدین، اگر کنسول نخواست اصلا جوابی ندین. این دعوتنامه نیست، این ضمانت مالیه که بعضی موقع ها ممکنه کنسول در بعضی موارد بخواد این رو، ولی دعوتنامه ای که ما بریم بگیم که دولت آمریکا فرم دعوتنامه رو به من بده، همچی چیزی پیدا نمی کنی. یعنی مادرشو نمیتونه تقاضا دیدار کنه برای دخترش؟ چرا؟ دختر خانوم میره یک فرمی رو به نام DS-160 پر میکنه، تقاضا میکنه، میگه من میخوام برم مادرم ببینم. احتمال داره کنسول، چون این تقاضای ایمیگریشن براش شده، تقاضای ایمیگرنت ویزا براش شده، ممکنه بهش ویزا بده، ممکنه بهش ویزا نده. بله. اوکی؟ بله. فرمایش داری؟ بله متوجه شدم. بله. برای ایمیگریشن اگر که براش تقاضا کرده، ممکنه کنسول بده بهش این دیدار، ممکنه هم نده. کاملا صحیحه. بله، متشکرم، لطف کردین، خیلی خواهش ممنون. خواهش کنم. بفهمید. سلام آقای نصریان. سلام. قربون شما. متشکر خانم. الو. بفرمایید. من تقریبا سال 12 میجام گرین کارت گرفتم، بعد توی این مدت هم مرتب 3 ماه اومدم موندم، ولی 3 سال نتونستم بیام. یعنی 1 سال و 4 ماه، یعنی 14 ماه من اقامت داشتم اینجا. بعد 3 سالم که اومدم ویزا دادم، یعنی گرین کارت هم رو نگرفتم. من اومدم الان به این نفر دفعه دومم، یعنی 6 ماه هم الان اومدم. میخوام ببینم اگه من بخوام سیتیزن بشم یا قبل از این 3 سال من حساب میشه یا نمیشه.
من یه چیز بهتون بگم، بارها بارها من شنیدم که میگن که آقا اومدیم سر مرز به ما گیر دادن. ببین اگر احیانا اگر اون آفیسر میخواست واقعا کارشو درست انجام بده به شما اصلا اجازه ورود نمیداد، ولی خب الحمدلله همه چیز به خیر گذشته، اجازه ورود گرفتین، بعد از 3 سال 2 مرتبه باز رفتین بیرون و بازم برگشتین. آیا کی میتونین تقاضای سیتیزنشیپ بکنین؟ از اون تاریخی که بیش از 1 سال خارج بودین، از اون تاریخ باید 4 سال و 1 روز بگذره و ثابت کنین که در 5 سال گذشتهش 3 ماه در آمریکا بودین. یعنی چی؟ اینجا وارد آمریکا شدیم بعد از 3 سال، میرین 4 سال و 1 روز تا اینجا، اینجا تقاضا میکنین، بعد بر میگردیم 5 سال عقب، میگین در 5 سال گذشته من 3 ماه آمریکا بودم، الان نمیتونین تقاضا کنین. اوکی؟ یعنی حساب نمیشه یعنی اونا؟ من نگفتم حساب نمیشه. باید شما از تاریخی که وارد شدین، اون چیزی که شکی نداره، هر چیزی که پیش از 3 سال اینجا بودین اصلا فکرشو نکنین. بعد از 3 سال که بیرون بودین و وارد شدین، از اون تاریخ 4 سال 1 روز باید بگذره. اوکی؟ بعد اونم حساب دیگه نمیشه و تمومشه میره. آخه شما نبودی اینجا که بخواد حساب بشه. خیلی شانس آوردی که بعد از 3 سال گرین کارت ازت نگرفتم. اگر آفیسر میخواست همونجا میتونست شما رو برگردونه، میتونست بفرست دیفرد اینسپکشن، میتونست بفرست دادگاه برای اخراج. و من بارها بارها دیدم به خیلی از ایرانی ها واقعا میگن که ما رو گیر دادن و فلان اینا، میگم نه بابا خیلی هم بهتون محبت کردن، برای این چیز که 3 سال بیرون باشه طبق قانون. اوکی، حالا چیه؟ جریمه آن 265 رو ازتون گرفتن؟ آه آره. خیلی خوب، خیلی خوب، بازم شانس آوردی. اوکی، خداحافظ. خداحافظ. بفهمید من یه دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، این آخرین تلفنه. بله آقای دکتر، با عرض سلام و تشکر. خواهش. من یه دختری دارم که از سن 10 سالگی اینجا بوده، ما هیچ کدوممون اجازه اقامت نداشتیم، ما رفتیم بعد از 20-25 سال، من خودم بر صورت یه طریق یه دختر دیگه هم که اینجا سیتیزن بوده سیتیزن شدم. حالا دختر من که 10 سالش بوده اومده ویزا نداره، خواستم ببینم که آیا قانون جدیدی هست که این بتونه، الان نزدیک 42-43 سالش هم هست، ببینم آیا قانون جدیدی هست که بتونه این دختر من از مملکت بیرون نره، چون همه وکیلا میگن باید بره بیرون ویزا yes. بگیره و برگرده، ببینم که میتونه اینجا بمونه. نه ببین خانم، اول برنامه من اینو گفتم، یک ویوری هست به نام 601A. بله 601A، این یک ویور این ادمیسیبلیتیه. ایشون چون خیلی زیاد غیرقانونی اینجا مونده این ادمیسیبل هست، یعنی اگه پاش از مملکت بذاره تا 10 سال اجرش نمیدن، این ادمیسیبله. برای این گفتیم خب یه بخششی چی میکنیم، باید بشینه وکیلی قشنگ این رو براتون انجام بده. بله. که چرا باید این ویور در مورد این خانم اجرا بشه. بعد که تصویب شد اپوینتمنت میگیرم براش خارج از مملکت، میره ویزاشو میگیره و برمیگره، ولی باید از مملکت حتما خارج بشه. باید خارج بشه. بله yes. بله ممنون. مرسی آقای دکتر. خب روز و روزگار شما خوش، تا هفته دیگه من به سلامت باشین. من کسانی که رو خط هستن تلفنشون رو جواب میدم. دفتر حقوقی ایرج ناصریان با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی در نهایت صداقت و درایت. متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی میباشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه گذاری EB5، سرمایه گذاری EB2،
حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیرقانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900 877-331-4413 دفتر حقوقی ایرج ناصریان.